چطور این گایز، خوش اومدید به ویدیو دیگه. کارا هستم. هستم بریم بعد خیلی مدت از شاهین نجفی عزیز، ولی این بار میخوایم زنده، یعنی یکی از کنسرت هاش رو ریاکت بریم. یه لحظه گفتی زنده، من فکرم قرار باشن لایف صحبت بکنیم. خیلی خوب میشه، هیجان زده شدم. خیلی خوب میشه. امیدوارم اگه پیشرفت کردیم حتما شاهین دعوتمون رو قبول کنه، ولی من و تو که شاهین رو خیلی دوست داریم. آره واقعا عشق. اکثر موزیکاش هم شنیدیم، ولی هنوز متاسفانه موفق نشدیم که کنسرتش بریم. بریم ببینیم توی کنسرت کلش چه چیزی رو اجرا کرده. این اجرای ترک فو هستش بچه ها، فرستادن. یکی از ترک های مورد علاقه من هست. خیلی خوب، انقدر قلبم قبر. وای خدای من، اصلا وایب موزیک. آره. همه چیش فوق العاده است. آره. الان هیجانم لایو بشنوش. بریم عتلی، لتس گو. شاه میاد میشه. چه استایل خفنی همیشه. خیلی عوض شده. آره. هر روز بهتر از دیروز میشه. قلبم قبره که راز تو توش. نفس سبز و ترسمون دست بست. تو تنهاییات صدای تو لالایی میشه. چقدر خفنه اینو از نزدیک آدم بسازه. زندهش همونه داره. که میشنوی. شاهین استوکیون برنامه نداره. آره برنامه داشت، متاسفانه نشد بریم. نشد بریم. تو بحبوحه انقلاب و اینا بود دیگه، نشد بریم. راست میگی. ولی دوست دارم یه کنسرت این دفعه اگر بذاره تو استوکیون حتما میریم. اگه هم بشه که براتون ولاگ تهیه میکنیم ازش یا لایو میگیریم براتون. تو تنهاییات بذار. صدای تو لالایی میشه تو گوش من. تو شاهد شب و تب و تاب منی. تو شب نارفی تو مهتاب منی. چقدر لطیفه. خیلی این ترک عالیه، اصلا جز بهترین هاست واقعا. بعد توی کنسرت هم داره اجرا میکنه، با تمام احساسش داره اینو اجرا میکنه. میبینی که صورتش رو میبینی، اصلا همه چیش. اصلا یه ترکیه که تو اصلا سالها گوش کن، یعنی سالها هی بگذره باز گوش کن، اصلا خسته کننده نیست واقعا. شاهد شب و تب و تاب منی. تو شب نارفیقی تو مهتاب منی. اونقدر قلبم قبره. اونقدر قلبم قبره. منظورش اینه که انقدر قلب من عمیقه و جا داره. آره. انقدر مثل قبر همه چیز توش دفن. آره. میشه. امنیته. آره. یعنی یه جوری برای راز تو. دو تا معنی میتونه باشه. یکیش این میتونه باشه. یکی این که همه چیز دفن میشه درون من، درون. آره. وجود من. حالا میتونه قصه باشه، غم باشه، هر چیزی میتونه باشه. ولی چقدرم قشنگ شاتاشو فیلم برداری کردم. به نظر من خیلی قشنگ فیلم برداری. استایل جدیدشو دوست داری یا اون شاهینایی که مو بلند بود؟ نه این استایل جدیدش. آره خیلی بهش میاد. آره خیلی خوشگل شده. خیلی هنسیل هم خیلی. آره هنسام شده و مدل موهاش کلا استایل لباسیش اینا خیلی خوبه به نظرم. ساده و خوشگل، خیلی بهش میاد. قدر قلبم قبره که راز تو توش در نفس سبز و ترسمون به دست بست. تو تنهاییاتو بذار رو دوش من. صدای تو لالایی میشه تو گوش من. همین یه تیکش تو تنهاییاتو بذار رو دوش من به جاش صدای تو لالایی بشه توی گوش. اوه مای گاد، خیلی عاشقانه است. خیلی خوبه. تنهاییاتو بذار رو دوش من. صدای تو لالایی میشه تو کدوم لیلی مثل تو مجنون بود. مجنون توی علت وجود. تو اون کوی که باد به تو تکیه کرد. با اسم تو تفسیر شد واژه مرد. با اسم تو تفسیر چقدر... شد واژه مرد. چقدر اینو چقدر با کلمات قشنگ بازی کرده. خیلی خوش. دیگه کدوم لیلی مثل تو مجنون شد. یعنی اون عشق رو فقط به مجنون نسبت نمیده. آره، آره. عشق لیلی هم خیلی عمیق. دقیقاً
قیامت سلات اگه رو لبمه به حرمت حضور تو بیواهمم 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 بیا حالا جنایی ها تو بذار رو دوش من سلای تلالایی میشه دوش من تو جنایی ها تو بذار رو دوش من سلای تلالایی میشه دوش من تو جنایی ها تو بذار رو دوش من سلای تلالایی میشه تو گوش من تو جنایی ها تو بذار رو دوش من سلای تلالایی میشه تو گوش من گوش من ببین اینا رو که میشنوم هرچی بیشتر میشنوم میگم چقدر خوشبخت بودم خب که دوران نوجوانیم 13-14 سالگیم با کسایی مثل سورنا، هیچکس، آره. شاهین با اینجور کسا توی رپ آشنا شدم شنیدمشون اون زمان و لذت بردم آره گریه کردم خیلی جاها باشون واقعا خوشبخت بودم فکر میکنم آره دوران نوجوانی جذابی داشتم از نظر موسیقی آره بود. اوجایی که شاهین اجرا میکنه رو خیلی دوست دارم اون تون صدای یه جور خاصی میشه اصلا کلا خیلی یونیکه شاهین همه چیش خیلی من یونیکه. شاهین رو با سارینا شناختم که برای خواهرزادش خونده بود شاهین رو من با کدوم موزیکش خدای شناختم اسم ترک رو یادم نیست حوزه نقاشی نمیدونم اسم ترکش رو اصلا یادم نیستش حالا بلش آره یادم بیاد میگم یادم اومد ترک فکر میکنم اسم ترکش یادم نیست فکر کنم با این ترک شناختمش که میگفت سیگار با مشروب با طعم هماغوشی یعنی فراموشی مثلا خیلی خوب بود خیلی. من فکر کنم مطمئن نیستم فکر کنم شاهین رو با این ترک شناختم چون یه مدت تمام زندگی من این ترک شده یعنی هر جا میشستم هر جا میرفتم هر لحظه از زندگی من پلی بود چند تا ترک داده بود که واقعا مثلا یکی ترک پریود که با محسن نامجو بود یه چند تا ترکش خیلی قوقا کرده بود واقعا من دوست نداشتم تموم شه جدید بود اجاز. چقدر هم تسلط داشت با اینکه این همه برجه بوجه میکرد میپری فوانا
چقدر کنترل میکرد میکروفون و صدا رو، همه چی فوق‌العاده بود. میدونم که خیلی لذت بردن کسایی که اونجا بودن، جای همه ماهایی که شاهین رو دوست داریم خالی بوده و امیدوارم که یه روزی برسه بتونیم توی ایران همچین کنسرت‌های خفنی و از خواننده‌های مورد علاقمون داشته باشیم، خواننده ایرانی و خارجی مورد علاقمون. آرتست پلتفرم‌های خودش حتما حمایت بکنید، لینک تمام پلتفرم‌های آرتست توی دیسکریپشن تگ شده، اینجا اینستاگرام‌های ما میاد، اگر دوست داشتین میتونید از طریق اینستاگرام دنبال بکنید. و ویدیوی بعدی میبینیم.